بله، با درود مجدد، امیدوارم مشکل حل شده باشه. درود مجدد آقای دکتر نوریالی عزیز. من هم مجددا سلام میکنم خدمت عزت عالی و فکر میکنم مشکل حل شد. بله بهتر شد، خیلی بهتر شد. خب آقای دکتر، قطعا در جریان این حوادث و رویدادهای خارج از کشور هستید و این اعتراض هموطنانمون به حضور آقای ظریف در اروپا، و خب این چند تا نکته داشت، میخوام نظر شما راجع به این چند نکته بدونم. اول اینکه برای اولین بار ما داریم میبینیم هموطنانمون، طرفداران جمهوری، طرفداران نظام پادشاهی، کمونیستا، مجاهدین، همه با بدون توافق قبلی کنار هم وای میستن، شعاراشون میدن. عرضم به حضورتون این یه پیام بود. پیام دوم، رفتاری که این دولت‌های مدعی حقوق بشر با یه مش آدمی که آمدن یه تظاهرات قانونی دارن انجام میدن بود. و موضوع سوم، اظهارات آقای ظریف بود، که این موضوع سوم رو در پرسش جداگانه من مطرح میکنم. شما نظرتون راجع به این دوتا مسئله چه، به خصوص این که به نظر میرسه یه پیامی برای ما ایرانی ها داره این حرکت، و اون اینه که ما باید فقط روی خودمون ظاهرا حساب کنیم، روی هیچ قدرتی و هیچ دولتی نمیشود حساب کرد. در خدمتتونم. بله، عرض کنم که من وقتی که این فیلم های می دیدم، فیلم هایی رو که قبل از شروع برنامه نمایش می دادید، واقعا احساس کردم که ما یک ملت یتیمی شده ایم. و این رفتاری که پلیس سوئد می کرد با هموطنان ما واقعا نشان از این می داد که ما در داخل مخالفین حکومت اسلامی چه کمبودی داریم. سالها هست که داریم صحبت این رو میکنیم که ما نیازمند به داشتن یک آلترناتیو سکولار دموکرات در مقابل عرض کنم که حکومت اسلامی هستیم، و به لطائف الیالی جلوی این کار به نظر من گرفته میشه و واقعا در این زمینه باید اقدام عاجل بکنیم. نبود یک آلترناتیو، نبود یک در واقع سرپرستی برای اپوزیسیون، حاصلش همین قضیه هستش که هر حکومتی بنابر مصالح و منافع خودش علیه ایرانیان این گونه عمل میکنه و از عواقبش هم نمیترسه. اما نکته دیگری که در سخن شما بود که من فکر میکنم ممکنه که سوء تفاهم ایجاد بکنه، این است که ما یک مسئله تظاهرات داریم و عرض کنم اکسیون های کوتاه مدت و مقطعی که در اون لازم است که همه ایرانیان با همدیگه در شرکت بکنن. این هیچ ربطی به اون بحث در مورد ائتلاف داخل اپوزیسیون و مخالفتی که ما داریم با این تئوری همه با هم ندارد. مسلماً در همه اکسیون ها و تظاهرات مقطعی و کوتاه مدت همه با هم باید شرکت بکنیم و دست به دست هم بدیم. اما اونجایی که قرار است در راستای ائتلافی برای ایجاد یک آلترناتیو عمل بکنیم، اون وقت ما آلترناتیو های مختلفی خواهیم داشت که نمیشود اینها رو با هم قاطی کرد، برای که این یعنی خاک تو چشم مردم ایران بریزیم و نتونن بفهمن که گزینه هاشون چیه و گزینه‌ای رو که باید انتخاب بکنن. این قبل از اینی که، چون در رابطه با همین فرمایشات شماست، قبل از این که سوال مربوط به آقای ظریف رو مطرح بکنم، به نظر نمیرسه که ما با دو تا فاکتور روبرو هستیم. یکی برداشتن مانع بزرگی به نام جمهوری اسلامیه، و یکی فردای بدون جمهوری اسلامیه. این دوتا موضوع آیا نمیشود اینها رو از هم تفکیک کرد و فردای، یعنی به نظر میرسه جریان سیاسی هم تو این موضوع به توافق رسیدن که فردای بدون جمهوری اسلامی رو به یک امر انتخابات آزاد واگذار بکنن همه، بدون اینکه از حالا دغدغه‌شو داشته باشن، و این انتخاب دست ها رو باز بگذاره برای اینی که همه در کنار هم تلاش بکنن که این مانع رو از سر راه بردارن.
بله خب این حرف این حرفیه که تو کتاب‌های خیالی علمی نوشته میشه که خب اگر که یک انتخابات آزادی باشه و همه آزادانه برنامه‌های خودشون رو ارائه بدن، عرض کنم که مردم میتونن انتخاب بکنن گزینه‌ای رو که دوست دارن، ولی به نظر من این یک فعل بی فاعله. کی میخواد این انتخابات آزاد رو برگزار بکنه؟ در اونجا هست که همه بحث اینه که کسی که برنده فروپاشیدن حکومت اسلامی بشه خودش انتخابات رو برگزار کنه، خودش هم اون چیزی که بخواد از صندوق ها بیرون میاره. مشکل ما در اون نیستش که بیایم سر انتخابات آزاد بعد از فروپاشی حکومت اسلامی توافق بکنیم. مشکل ما اینه که وقتی که حکومت فرو میپاشه مملکت دست کی میفته و اون کی چگونه تضمین میکند برای که انتخابات آزادی صورت بگیره. اگر دوستان ما در این مورد بتونن جوابی بدن حل مسئله شده. الان قامز قضیه در اینه که ما بیایم خودمون رو بکشیم. ما که هیچی، ما که در ساحل امنی، ملت ایران بیان توی خیابون نمیدونم تظاهرات بکنن، کشته بدن، به زندان برن، بعد از توش این در بیادش که ما حالا تازه بعد بیایم تحمل مثلا حکومت مجاهدین رو بکنیم، بیایم تحمل حکومت کمونیستا رو بکنیم، تحمل نمیدونم چکم پوشان سلطنت طلب رو بکنیم. هیچ کدوم اینها به هیچ وجه در متن ایدئولوژی هست که انتخابات آزاد نخواهد بود. بنابراین ما باید الان برای بعد از فروپاشی حکومت اسلامی به راه حل برسیم، به توافق بکنیم. و این تئوری همه با هم به نظر من فقط برای گول زدن مردمه. همون کاریه که نم خمینی هم کرد، همه با هم بیاید بیرون. تش چی میشه؟ تش فاعل قضیه میشه آقای خمینی که میاد به حکومت اسلامی رو بر مملکت ما تحمیل میکنه. خب از طرف دیگه تجربه نشون میده که مردم در داخل ایران خودشون این امکان رو ندارن که این مانع رو از سر راه بردارن. جریان های سیاسی هم در خارج از کشور هیچ کدوم به تنهایی نشون دادن که از عهده این کار بر نمیان. پس بالاخره تکلیف چی میشه؟ چیکار باید کرد؟ راه حل چیه؟ ببینید، اولا قرار است که جریان‌های خارج کشور از عهده این کار بر بیان. مسئله در این است که ملت ایران وقتی که میان توی خیابون و میگن که چی نمیخوایم، بتونن بگن که چی میخوایم. در نتیجه به نظر من باید همه کسانی که درگیر کار سیاسی هستن آلترناتیف های خودشون رو بذارن رومیز. مجاهدین الان گفتن که آقا ما یک حکومت دموکراتیک اسلامی میخوایم، رئیس جمهور هم داریم، خانم رجبی رئیس جمهور ماست. کمونیست ها میگن که آقا ما میخوایم انقلاب بشه، حکومت شورایی به وجود بیاد و دیکتاتوری پرولتاریا مثلا برقرار بشه. سلطنت طلب ها میگن که ما یک رضا شاه چکمه پوشی میخوایم که بیاد و بزنه دمار همه رو برسه. ما میگیم که نه، سکولار دموکرات ها هم اگر بتوانند با هم آلترناتیو خودشون رو به وجود بیارن، تنها نیرویی هستن که اصلا دستور کارشون برگزاری، عرض کنم که هم مجلس مؤسسان و یک قانون اساسی بر بنیاد سکولار دموکراسی و همون انتخابات آزادی که شما میگید. یعنی بحث سر اینه که فاعل اون انتخابات که خواهد بود. ما هر چه نگاه میکنیم میبینیم که اون فاعل، عرض کنم که هنوز شکل نگرفته، اما در این حال خودتونم در جریان هستید، الان داره کوشش های بسیار وسیعی صورت میگیره. من امیدوارم که ما هم بتونیم در کنار اون آلترناتیف های دیگر یک آلترناتیف سکولار دموکرات رو به ملت ایران عرضه بکنیم و ملت تصمیم بگیرن که وقتی میان توی خیابون بگن چی میخوان. الان تو خیابون نمیان برای اینکه نمیدونن که چه چیزی رو میخوان جانشین حکومت اسلامی کنن. عرضم بزرگتون که اولا در مورد در خیابان و این خواست مردم، حالا من نمیگم خواست همه مردم، ولی تنها چیزی که شنیده شده که میخواهیم حالا در هر ابعادی رضا پهلوی بوده. این چیزی بوده که شنیده شده، یعنی نه هیچ کس ما شنیدیم بیاد بگه مریم رجوی، نه هیچ کس شنیدیم بیاد بگه کمونیست، نه هیچ کس بیاد بگه هیچ چی دیگر رو نگفتن. تنها چیزی که گفتن، نشانه‌ای که دادن اینست که عرض میکنم. حالا آیا نمیشود این همه با هم رو ما مقید بکنیم، محدود بکنیم
به این که همه با هم به توافق برسند بر سر انجام اون رفراندوم یا اون انتخابات آزاد و برگزاری آزاد اون انتخابات و یک سندی رو به پیشگاه مردم ایران عرضه بکنن، متعهد بشن به یعنی مرحله اول همکاری مشترک در براندازی جمهوری اسلامی باشه، مرحله دوم یک سند تعهد آور برای همه جریان های سیاسی نسبت به این که به حقوق هم احترام بگذارن در فردای بعد از جمهوری اسلامی و بعد یک انتخابات آزاد برگزار بشه. خب تقریبا این شده، یعنی که همه این سازمان ها مدعی هستن که هم سکولارن هم دموکراتن و هم عرض کنم که انتخابات آزاد میخوان بکنن. بحث سر این استش که ماهیت و ایدئولوژی این سازمان ها چیه. این یک توافق به نظر من فریب آمیزیه که یه عده‌ای که یکی میگه که من تجزیه طلب هستم، یکی میگه که من دیکتاتوری پرولتاریا میخوام، اما فعلا میایم با هم دیگه اتحاد میکنیم و قول میدیم که بچه خوبی باشیم، بعد از فروپاشی حکومت اسلامی هم اجازه بدیم که مردم انتخاب خودشون بکنن. بعدم اصلا اینایی که دنبال تئوری همه با هم هستن از اون بر چه خبر آوردن؟ یعنی آیا رفتن با مجاهدین صحبت بکنن ببینن مجاهدین میان تو این کار، کمونیست ها میان تو این کار، سلطنت طلب ها میان، نمیدونم ملی مذهبی ها میان تو این کار، هم هر بلایی که میخوان دارن سر سکولار دموکرات ها میارن، سینه سپر میکنن. ما سکولار دموکراتیم، همه رو میخوان با هم جمع بکنیم، هیچ کی هم نمیتونن جمع بکنن و تفرقه رو در اردوگاه سکولار دموکراسی ایجاد میکنن. بله خب این آخر... شما فرمودید نکته بسیار مهمیه، یعنی که ما سکولار دموکرات ها از روز اول 10 ساله که داریم میگیم ما یک عرض کنم که سرمایه ملی داریم، اونم اسمش از شاهزاده رضا پهلوی. اگر که ایشون یعنی سکولار دموکرات ها بتونن با هم دیگه توافقی بکنن که شاهزاده، ببینید من یه لیستی به شما بدم، مجاهدین مخالف شاهزاده هستن خیلی روشنه، جمهوری میخوان، رئیس جمهورم دارن، از کمونیست ها مخالف شاهزاده هستن، اسلامیست ها مخالف شاهزاده هستن، عرض کنم که دیگه کی تو میدون میاد، جمهوری خواهان چپ همه مخالف شاهزاده هستن، اصلا وجود شاهزاده رو در این میبینن که مانع این میشه که اینا بحث جمهوریش رو بکنن. بنابراین شاهزاده تعلقش به سکولار دموکرات هست. ما وقتی که میبینیم که ایشون مثلا مبدع شود بر این که بغروس به وجود بیاد، میبینیم هم آقای کنگلو و هم از آقای هودشتیان که مسئولان سیاسی بغروس هستند و از جانب شاهزاده از که تعیین شده هم میان و اعلام میکنن که آقا ما جز حکومت سکولار دموکرات چیزی نمیخوایم. بنابراین به نظر من اون زمانی یه موقعی تلقین میکردن به شاهزاده که شما آقا شاه مملکت هستی، پس شاه مجاهدین هم هستی، شاه کمونیست هم هستی، اون زمان گذشت. الان شاهزاده پایگاهش در مردمی است که سکولاریسم، دموکراسی، تمامیت ارضی رو میخوان. دیگه این شاهزاده شاه تجزیه طلبا نیست که بخوایم بریم با اونا چونه بزنیم. در نتیجه این وظیفه به عهده ماها گذاشته شده که بتونیم کنار هم جمع بشیم، بعدم شاهزاده بیاد هم تاییدمون بکنه، هم میگه با ما باشه و بتونیم با هم دیگه. به نظر من اصلا یک شبه مسئله حل خواهد شد، چون مردم ایران کسی دیگه ای رو نمیشنسن این وسط که بخواهد ارز کنم که نخ تسبیح بشه و همه رو دور هم جمع بکنه. چقدر این حرکت رو محتمل میدونید؟ چقدر فکر میکنید این اتفاق ممکنه بیفته؟ من خیلی محتمل میدونم، من معتقدم که تا 2 ماه آینده قطعا این اتفاق خواهد افتاد. مژده خوبیه، مژده بسیار خوبیه. خب برگردیم به آقای ظریف. یک آقای ظریف یک مصاحبه، یعنی یک نمیدونم حالا مصاحبه است، بله، با خبرنگاران کرده در اروپا. اگر اون فیلم رو آماده دارید، بله بله، مصاحبه کرده، عمده حرفاش روی 3 نکته است. حالا این رو با هم ببینیم. آقای نوری الان میتونن ببینن؟ ها
نه خب پس بذارید من بگم خدمتشون، لازم نیست فیلم پخش کنم. عرضم به حضورتون که ایشون روی دو سه موضوع تکه میکنه. یکی این که میگه که این که ما با حجاب با بیهجابی مقابله میکنیم در مملکت ما قانونه و طبق قانون عمل داریم میکنیم. این که مردم همجنسگرایی در مملکت ما جرم مجازات داره. این و اینجا مردم دوستان توجه داشته باشید، آقای ظریف واقعا یک چهره مذبذب، یک چهره دروغگو، یک چهره حیرت انگیزی است. یعنی تو روز روشن چه دروغهایی میگه. از جمله میگوید که هر کسی تو خونه شراب بخوره ما باش کاری نداریم، تو ملأ عام نمیتونه این کارو بکنه و این هم خب البته دروغه. یا اینکه میگه که همجنسگرایی ادام نمیشه در حالی که بر اساس حکم اسلامی همجنسگرایی مجازاتش ادامه. ولی مهمترین نکته‌ای که بهش اشاره میکنه آقای نوریالا اینه که میگه اگر این مردم مخالف ما، اگر این مردم حکومت ما رو سرکوبگر میدونن، 73% نمیان در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنن. این یه پیام روشن و واضح به مردم داره میده و میگه عملا هم ما با اون 27%ی که شرکت نکردن هیچ کاری نداشتیم، کسی دنبالشون نرفت و ولی خب این مردم 73% ما رو تایید کردن. اینجا نقشی یه سری از بخشی از اپوزیسیونی که در این سالها مردم رو تشویق به رأی دادن کردن بیشتر آشکار میشه و نشون میده که خب این به هر حال این حرفیه که توی مجامع بین المللی شنیده میشه. اینی که آقای ظریف میگه که آقا 73% به ما رأی دادن، پس ما مورد علاقه مردم هستیم. نظر شما چی آقای دکتر نوریالا؟ ببینید اولا خب آقای ظریف یک فرد به شدت دروغگوی و دفعه اولش هم نیست، از روزی که در صحنه سیاست ایران ظاهر شده دروغ گفته تا به امروز. در این حال این عدد 70% هم از منبع خود حکومت اسلامی بیرون میاد. ما نمیدونیم واقعا چند درصد از مردم میروند در انتخابات شرکت میکنند. ثالثا این که انتخابات یعنی این که مردم امکان داشته باشند از بین گزینه هایی که در حضور در روبروشون هست یکی رو انتخاب بکنند بنابر شرایط و مساله اون روز خودمون. اینا وقتی که میان همه گزینه‌ها رو از مردم میگیرند و فقط از طریق نظارت استصوابی یه عده نوکرمنیش خودشون رو میندازن جلو، مردم فقط بعد بین بد و بدتر انتخاب بکنن و این انتخاب رو میکنن به خاطر اینکه اون گزینه برانداز وجود خارجی هنوز پیدا نکرده. و تمام بحث سر این است که شما تصور بکنید فردا یک تشکیلات منظمه عرض کنم که منسجم سکولار دموکرات به وجود بیاد که نخ تسبیح آدم هایی هم که اون تو هستن شاهزاده رضا پهلوی باشه. در اون صورت ما یک مرجعی داریم که وقتی به مردم میگه نرید انتخابات در انتخابات شرکت بکنید، حرفش خریدار داره در بین مردم، در حالی که خود شاهزاده بدون تشکیلات حرفش در خور نداره، اون تشکیلات هم بدون شاهزاده حرفش اثر نخواهد داشت. بنابراین به نظر من قضیه انقدر روشنه که حد نداره. مسئله ملت ایران رو پیدایش یک آلترناتیو سکولار دموکرات با حضور شاهزاده تعمیق خواهد کرد ولاغه به نظر من. من بعد از 15 سال تلاش در این راه این فرمول رو یقین کردم بهش. آقای دکتر صحیح میفهمین، اما بالاخره رسیدن به اون مرحله یک مراحلی داره. آیا به قدر کافی ما تونستیم اپوزیسیون تونسته کاری بکنه که مردم متوجه اهمیت بودن یا نبودن در این صفوف انتخابات بشن؟ و آیا این تزی که برخی از روشنفکران مطرح میکنن که انتخابات یک کار دموکراتیکه و باید مردم از این حقشون استفاده بکنن، اینم میدونید در برخی از
شخصیت اپوزیسیون هم جاری و ساریه. این رو نمیشود یک حرکتی بکنیم که در همین انتخابات پیش روی که هست واقعا مردم اونجوری از خودشون ابراز وجود نشون بدن. این یعنی اگر شما فکر بکنید 25% 30% مردم شرکت بکنن، این رژیم عملا از مشروعیت نمیفته. این رژیم سال هاست که از مشروعیت افتاده، نیازی به این قضیه نیستش. این رژیم یاد گرفته قضیه رو، یه لولو میاره میذاره اونجا و عرض کنم که بعد میگه که مردم اگر که نیاین رای بدین، این بابا میاد میشه رئیس جمهور، شما پدرتون رو برمیاد. مردم چاره ای ندارن. اصلا چه تفاوتی بوده در این سالها؟ من معتقدم اتفاقا در ادواری که منتخبینی که مردم فکر میکردن بهتر هستن، اون ادوار خیلی بدتر بوده. یعنی من روحانی رو بدتر از احمدی نژاد میدونم. من اصلا در این مورد شکی ندارم، ولی شما رفتار رهبران اجتماعی رو ببینید که در داخل ما، به این دلیله که میگیم رهبری نمیتونه داخل کشور باشه، برای اینکه رهبران داخل کشور جرأت این رو ندارن. اونا میان تو بازی بد و بدتر، یهو میبینه آقای دولت آبادی برداشت نوشتش که همه بروید به روحانی رای بدهید. روز انتخابات مردم میبینن هنرپیشه ها و خواننده ها و همه دارن میرن دارن رای میدن. خب بالاخره هر جامعه یک مرجع و رهبری داره. این رهبری اگر در خارج به وجود نیاد، همین آش و همین کاسه، تا اینکه دعا بکنیم که نمیدونم مثلا تحریم اقتصادی باعث بشه که اینا فرو بپاشن. چه تازه فرو پاشیدن بعدش چی میشه؟ یک هرج و مرج بدتر از اکنون. عرض من اینه که ما باید ببینیم که چه مسائلی در خارج کشور داره اتفاق میفته که نمیگذاره این قضیه صورت بگیره. چرا سعی میکنند که بیایند و بین سکولار دموکرات ها و مجاهدین مثلا پیوند برقرار بکنند؟ این چه اصراریه که این کارو دارن انجام میدن؟ جز ایجاد تفرقه در صفوف سکولار، ایجاد تردید لااقل در صفوف سکولار دموکرات ها. بله خب این که آب و روغنه، این که عملی نیست. برای اینی که جریانی که از پیشا پیش رئیس جمهورش رو انتخاب کرده، خب این اصلا نمیتونه ادعای دموکراسی داشته باشه. این که واضحه، نباید اصلا سراغ اون رفت. ولی حرف من اینه، آیا ما به قدر کافی تلاش کردیم که مردم رو روشن بکنیم که از این ابزاری که به هر حال در دستشون به گونه ای هست استفاده بکنن و با عدم شرکت در انتخابات پیامشون برسونن؟ خب عدم شرکت کردن چی میشه؟ یعنی حکومت اسلامی فردا صبح هیچ کی تو انتخابات شرکت نکرد یا فرو میریزه، بعد فرو ریخت چی میشه؟ آخه آدم باید چاه رو بکنه، باید چاه منا رو بدزده. این کدوم چاهه؟ کدوم منا؟ اصلا مسئله این گونه نیستش. به نظر من این توقف هایی که داره به وجود میاد سر راه ائتلاف سکولار دموکرات ها مسئله مشکلی هستش. ما الان نشستیم منتظر ببینیم مثلا آقای شریعت مداری به زودی میگن که در اواسط سپتامبر میخواد بیاد و دولت گذار رو تعیین بکنه. ایشون هم توی یکی از مصاحبه‌هاش هم که وزرای دولت موقت را خواهیم گفت. آیا واقعا آقای شریعت مداری و وزراش اینقدر دارای اعتبار اجتماعی هستند که این دفعه مردم بگن که ما جمهوری اسلامی رو نمیخوایم، دولت آقای شریعت مداری رو میخوایم؟ اینا همه سواله. به نظر من ما باید کوشش کنیم. البته این مسائل اونقدر که در خارج از کشور مطرحه، در داخل میدونید که اصلا خبری نیست. بنابراین ما میدونیم که کجا هستش که مردم ایران میتونن روش توافق بکنن، همون رو هدف قرار میدن. بله بسیار خوب. خب آقای نوری‌علا، شما در آستانه برگزاری یک اجلاس مهم در اوائل اکتبر هستید، از این اجلاس چه خبر؟ عرض کنم مشغول کار هستیم، سالن رو گرفته ایم. عرض کنم که برنامه ها رو داریم میریزیم و موضوعش رو که برایش یک جبهه سکولار دموکرات هست تعیین کردیم. داریم در مورد چهار تا پنلی که خواهیم داشت که هر کدوم یکی از مشکلاتی کار بررسی خواهند کرد داریم کار میکنیم. در این حال من بسیار امیدوارم که ما هر سال که
کنگره سکولار دموکرات ها رو تشکیل دادیم از دلش یه چیزی بیرون آمده. مثلا یک سال حزب سکولار دموکرات ایرانیان از دل اون بیرون آمد، یک سال مهستان جنبش سکولار دموکراسی بیرون آمد که همیشه شما مددکارش بوده اید با تلویزیون خودتون. من امیدوارم که در این کنگره هم که پیش روی ما هست ما برسیم به یه اجماع خیلی وسیع‌تری در مورد ایجاد یک آلترناتیو سکولار دموکرات. امیدوارم. بسیار ممنونم. آرزو میکنم که اجلاس موفقی باشه. تا هفته آینده به شما بدرود میگم و منتظر میمانیم برای شنیدن خبرهای خوب.